يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. سوري الأحزاب آية نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل من
من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين أما بعد بارگاه الله جل جلاله دعا میکنم که زندگی ما و شما را با نور قرآن عظیم شان منور بسازم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل واهزم من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم بإيمانا همشه إدارة مكرمك الله جل جلاله هر کسی که اسلام و مسلمان را برش توطئه و دسیسه و پلات جور میکنند الله جل جلاله اونها را هلاک بسازد و اونها را با شکست روبرو بسازد و ما را از جمله از اون مردم نگرداند و هر کسی که بر بلند بردن دین اسلام کار میکند در هر جایی که هست الله جل جلاله اونها را کامیاب بسازد و ما را از جمله از امو مردم بگردد
ورقهایی که براتون تقسیم شد یک قسمتش شاید برای کلگی رسیده باشه و یک قسمتش نیمه باشه. اگر ببینید این تقسیم اوقات تلاوت قرآن عظیم الشان است. انشاءالله بر هر ما همینطور یک چیزی باید در هر خانه باشه که میبینید در ماه جنوری از تاریخ اول الی آخر ماه. با در پیشوی ماه جنوری چند خالیگاه چند خانه است که نام اعضای خانواده نوشته میشه. اول از پدر، بعد از مادر، بعد اولادی که به اون نزدیک است به اساس عمر و سنشان. در هر روز علل اقل کم از کم 15 دفعه باید قرآن کریم تلاوت شد. در تاریخ امروز چند است؟ امروز 12 جنوری است. در هر فامیل هر کس باید کم از کم 15 دقیقه قرآن عظیم الشان را تلاوت کنه. کلام خانه این چک میکنه کی تلاوت کرده و کی تلاوت نکرده. و میشه که کل ماه باز ماه فبروری که میره و میشه که ما پیش خود یک تارگت یک تقسیم اوقات داشته باشیم که در 4 ماه ما باید قرآن را چی کنیم ختم کنیم. روزهای ما که یک تعداد از خواهرها و خانمهای ما اجازه ندارن قرآن از مشان را تلاوت کنن یا تماس داشته باشن، در اون روزها یک کتاب از حدیث ریاض صالحین از سن در 15 دقیقه وظیفه و مکلف هستن که ایره بخوانن. چون اجازه نیست که قرآن خوانده و تماس گرفته شود، در مقابل باید چی شود؟ کتاب حدیث اجازه است که در اون مدت او تلاوت شود و خوانده شود. به این مفهوم که ما همیشه باید چی باشیم؟ با چون این کتاب برای ازی آمده که زندگی ما را رهنمایی کنه. ما مطابق از این کتاب باید زندگی کنیم. به خاطر از این نامده که در مساجد، در خانه ها، در تاق ها ماندگی باشد و ما ایش خبر نده. به خاطر نیست. قسمت دومی از ورقه هست، بعض دعاها هستند که به خاطر دم و رقیه هر مرض و تکلیفی که باشد از احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفته شده. هر انسان میتونه کور خودش تلاوت کنه، سر خود، سر فامیل خود، سر هر کسی که دیگه خواسته باشه. اما تعلیماتش نوشته است که چه قسم او باید شود. اینی چیزای مسنون و چیزی است که ثواب داره و مؤثر است و اون امور چی میکنه ما شما دقت میکنه. پس به طرف درس خود میایید. اگر کسی کپی از او کفایت نکرده نگرفته میشه که در درس آینده یک 4-5 کپی کنه، باز برای دیگران چی کنه بوله تقسیم کنه. به طرف درس خود میاییم. شروع سوره احزاب را شما ببینید. آیت اول سوره احزاب در اینجا الله جل جلاله پیغمبر خود را چه قسم خطاب میکنه و چی برش میگه؟ یا ایها النبی و ای نبی. در تمام قرآن عظیم الشان اگر شما ببینید خداوند جل جلاله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم را همیشه یا ایها النبی و یا ایها الرسول میگه. و دیگر پیغمبران مثلا حضرت نوح علیه السلام را چی میگه که یا نوح به نامش سلام میکنه، یا نوح اهبط بسلام منا. نوح علیه السلام را به نامش سلام میکنه. ابراهیم علیه السلام را چی میگه که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ای ابراهیم. موسی علیه السلام را خداوند جل جلاله چی میگه؟
يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما محمد صلى الله عليه وسلم رجمي قال يا أيها النبي يا أيها الرسول. إي بخاطرك إلى برما إي درس ببتك ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم رما بنامش یاد نکنیم ما برش نبی بگویم ما برش رسول بگویم ای ادب را چی میکنم؟ بر ما خداوند جل جلاله یاد میده به خاطر که مقام از او از دیگه پیغمبرها که چی از بالاتر است او سید الاولین و سید الاخرین است در سوره از سوره های قرآن کریم چه از سوره حجرات باشه خداوند چی میگه لا تجعلو دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا پیغمبر را مثل که یکی دیگر صدا میکنین و آواز میکنین پیغمبر را تو صدا نکنین یک آیت دیگر مفهومش است که کسایی که صدای خود را در حضور در پیشوی پیغمبر پخش میکنن کم میکنن اونها تقوا را مراعات میکنن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بس خداوان دقة پیغمبرهای أولو العزم بنامایش یاد کرده أما رسول الله صلى الله عليه وسلم چی کرده؟ بلفظ نبی و بلفظ چی؟ بلفظ رسول صلى الله عليه وسلم این سوره از جمله سوره های مدنی است که سوره های مدنی یک خصوصیت داره یک طبیعت خاص داره صحابه در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگیشون با آسمان با وحی در ارتباط بود یک سوال میکردن باز بعد از او جواب سوال خود را یا فتوای خود را انتظار داشتن که از طرف الله جل جلاله بود یک عصر پر از معنویت پر از ایمان پر از ترس الله جل جلاله بود اگر کسی کدام کار میکرد مستقیم آیت نازل میشد اینی کار درست است و اینی کار درست نیست و این به خاطر است که بعد از او دیگه کدام کتاب پایین نمیشه آخرین کتاب است و این تعلیمات از این انسترکشن از این تا روز قیامت باقی است او کسایی که صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند در حدود یک ماه دریج رسول الله صلی الله علیه و سلم با 3000 نفر دریج بود و 12000 نفر در اونجا این شما ببینید که بسیار جای ترس و جای خوف است وقت تقریبا قصه ازی بسیار طولانی است خود دریج اطور جنگ مستقیم صورت نگرفت به استثناء یک نفر به نام عامر یک نفر به نام عامر ابن بود یکی از مشرکین بود این آدم بسیار با جرأت بود و اسب سواری را خوب یاد داشت و بسیار قوی بود این تانست که از امی چخوری امرای اصل خود چی کنه جمع دست سواری خود در جاهلیت بسیار مشهور بود در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای علی رضی الله عنه گفت که برای برسی و حضرت علی رضی الله عنه یک ساعت اینا بین خود جمع داشتن بالاخره حضرت علی رضی الله عنه تانست که آدم را بکشه و این را بین
اینمی یگانه جنگ مستقیم بود در بین مسلمان ها و در بین مشرکین. در غیر از اون اینها هم تیر می زدن و اونا هم تیر می زدن. این یگانه حادثه بود که جنگ مستقیم دیگه شد در بین. دیگه تفصیلاتش با در موقعش در جایش برای شما میگم که چی حوادث در اونجا رخ میده. آیت نمبر 9 رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده این، اذکروا، شما به یادتان بیارین نعمت الله، نعمت الله جل جلاله را بالای شما. چی وقت؟ اذ جاءتکم، وقتی که آمد پیش شما جنود لشکرها، آرمیز، فارسلنا عليهم ريحا، ما روان کردیم بالای از لشکرها، لشکرهای مشرکین، ريحا یک باد، یک ویند، یک شمال تیز را ما بالایشون روان کردیم، و جنودا و لشکرهایی که ملائکه بودن، در حدود 1000 ملائکه را الله جل جلاله روان کرد. کدام ملائکه؟ لم تروها، که شما اون ملائکه را ندید. 1000 ملک را الله جل جلاله به خاطر روان کرد که در بین مشرکین و در دلهایشان ترس و خوف را برطرف. جنگ نکرد ملائکه. در جنگ بدر ملائکه مستقیم جنگ میکرد، مشرکین رو با شمشیر میزد، اما در اینجا فقط در بین اینها چی میداخت؟ ترس و خوف را میداخت. در اینجا گفتیم که تقریبا 1 ماه ای 12000 نفر در اینجا هستند. وقتی که شب تاریک بود و هوا هم سرد بود، در اینجا خداوند جل جلاله این شمال و باد تیز را روان کرد، اما خیمه های از اینا چپه شد، دیگه هایشون چپه شد و خود نفرها یا مردم این مشرکین از شدت شمال در زمین مفتادن و چپه می شد. به این شکل خداوند جل جلاله یک نعمت بود که 12000 نفر شکست خورد. خداوند میگه این را شما به یاد داشته باشید که من به فضل خود اینا رو چی کردم؟ شکست دادم و شما تنها 3000 نبرید. و کان الله بما تعملون بصیرا، و از الله جل جلاله به اعمال شما بینا، اعمال شما رو میبینه الله جل جلاله. اگر کسی خوب کار میکنه او رو هم میبینه، کسی که در کندن خندق، اگر کسی به اخلاص کار میکرد او رو میبینه، اگر یکان کسی که میگریخت یا عذر و اکسکیوز جور میکرد او را هم الله جل جلاله و چی میگنم با خبر است میبینم. اذ جاءوکم، وقتی که آمدن این قبائل مختلف آمدن، من فوقکم، از طرف بالای شما، از طرف از قسمت بالا آمدن، یک تعداد از قبائل از طرف بالا آمدن، و من اسفل منکم، و از طرف پایین شما، یک تعدادشان از کدام طرف آمدن؟ از طرف پایین آمدن. و این زاغت الابصار، وقتی که زاغت خیره میشه و درست نمیبینه، الابصار چشمها، وقتی که چشمها خیره میشه و درست نمیبینن، در اینجا خداوند جل جلاله امی سختی حالت را بیان میکنه، چقدر حالت سخت بود. و بلغت القلوب، و رسیده بود دلها، الحناجر، به حنجرها، دلها از جای خود به جای شده بود و از غم و از ترس دل بالا آمده بود، به حنجرها بالا آمده بود، اینقدر کلگی به تشویش و در ترس بودن. و تظنون بالله الظنون، و شما گمان میکنین در مورد الله جل جلاله، الظنون گمان های مختلف،
علما در تفسیرش میگن مسلمان ها به می گمان بودن که ما امروز کامیاب میشیم، امروز روز کامیابی ماست. منافقین و غیر مسلمان ها اونها فکر میکردن که امروز روز است که مسلمان ها از بین میرن، امروز تمامشان را چی میکنیم؟ تمام قبایل عرب یک جای شده، اینها را ما ریشیشان را میکنیم و یا از بین میرن. گمان های مختلف شما بکنیم. هنالک در آنجا ابتلی المؤمنون، امتحان شد المؤمنون مؤمنان، و زلزلو و اینها در زلزله آمدن، بسیار به شدت حرکت کردن، حرکت داده شدن، زلزل شدیدن به یک شور خوردن بسیار شدید. مفهوم از ایست که در اینجا خداوند جل جلاله اینها را آزمایش کرد و اینها را یک تکان شدید داد که دلهایشان در ترس افتاده بود. این امتحان به خاطر از این بود که خداوند مؤمن و منافق را واضح بسازد، کی ثابت میماند و کی از دین میبراید و کی گپای خراب میزند. این روز است که ابتلی المؤمنون، مؤمن ها زیر امتحان و یک تست قرار میگیرند. اذ یقول المنافقون، و این را بیاد داشته باشین وقتی که میگوید منافقون، مردمای منافقون کی را میگن؟ کسی که میگه در زبان میگه که من مسلمان هستم اما در دل مسلمان نیست، در حقیقت او غیر مسلمان و کافر است. اذ یقول المنافقون، وقتی که منافقون میگفتن والذین فی قلوبهم مرض، و کسایی که در دلهایشان مرض نفاق هستند، اینها چی میگفتن؟ گفتم پیشتر یک نفر از منافقین به نام متعب بود، او چی میگفت؟ ما وعدنا الله، ما را وعده نکرده الله و رسوله و رسول ازو الا غرورا، مگر فریب و دروغ است. این کلش یک چل است. ما را وعده میکنه که تو ایران را فتح میکنی، تو فلسطین را فتح میکنی، اما ما تا تشناب رفته نمیتونیم، قضای حاجت خود را از ترس کرده نمیتونیم. این گپای کی بود؟ این گپای منافقین و کسایی که در دلش مرض بود، ایتو گپا را میزنن. در اینجا وقتی که شب تاریک میشد خب مشکل میبود. در اینجا دو گروهی از مسلمان ها در وقت شب، دو گروهی از مسلمان ها میبرامد دیگه سعی میکرد که مشرکین تیر نشوند. تاریکی بود، امین دو گروه مسلمان ها که چند نفر ایجه بود و چند نفر ایجه بود و به خاطر معلومات میگشتن، این دو گروه در بین خود روبرو شدن. این گروه فکر میکرد که این دشمن است و این گروه فکر میکرد که این دشمن است. در بین خود چی کردن اینا؟ در بین خود جنگ کردن. یک تعدادشان زخمی شد و یک تعدادشان کشته شد در اینجا. این جنگ دوام داشت تا وقتی که اینها صدای خود را بلند کردن و امو شعار اسلامی را گفتن که حامیم لا ینصرون، اینها کامیاب نمیشن. اگر شما متوجه شده باشین در جنگ ها، در بین هر لشکر، در بین هر آرمی یک سیکرت و یک شفر می باشد، بخاطر که یکی دیگه خود را چی کنن؟ بشناسن و بفهمن. وقتی که جنگ شد، یک تعدادشان صدا کردن که حامیم لا ینصرون، اینها کامیاب نمیشن. فهمیدن که ما شما یک گروه هستیم. باز بعد از جنگ را چی کردن؟ جنگ را بس کردن. وقتی که این خبر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، برش گفت که جراحکم فی سبیل الله، این زخم های شما در راه خداوند است، این ثواب داره، و من قتل منکم فانه شهید،
هر کسی که کشته شده در این جنگ او چی است؟ او شهید است. این معلومات هایی است که همونطور در ذهن ما شما باشد. وقتی که منافقین گفتن که خداوند و پیغمبرش بر ما فریب میتن، چل میتن، این وعده های راست نیست، این باید داشته باشیم که تنها در وقت مدینه منوره نبودن، این امکان داره که همیشه این گرد تکرار شد. امروز، سبا، یک تعداد مردم هست که در بین مسلمان ها چی میکنن؟ شکست میدازن. دل مسلمان ها را چی میکنن؟ مشکنن. مسلمان هایی که ایمان قوی دارن اونها بازی نمیکنن. یک گروه از مسلمان ها همیشه بالای حق است. ایمانش قوی است که دین هیچ وقت از بین نمیره. خود در بین یک تعداد از منافقین است که از طریق رادیو، تلویزیون یا اخبار یا مجله اما معنویات مسلمان ها را از بین میبرند. بنابراین این یک چیزی است که در مدینه منوره شد و شاید تکرار شود. خداوند جل جلاله ما را از جمله مردمای بگردانه که همیشه بالای حق ثابت باشه و استوار باشه. و اذ قالت طائفه منهم، وقتی که گفت یک گروه، یک طایفه از منافقین چی گفتن؟ یا اهل یثرب. نام قدیمی مدینه منوره چی بود؟ یثرب بود. ای مردم مدینه، منافقین گفتن که ای مردم مدینه، لا مقام لکم، اینجا جای شما نیست، اینجا جای اقامت و جای بدوباش شما نیست، فرجعو، شما برین پس به طرف مدینه برین. به این شکل شکست منداختن در بین کی؟ در بین مسلمان. اینجا جای شما نیست، شما چی کنید؟ شما پس به طرف مدینه منوره برین. ويستأذن فريق منهم النبي، ويستأذن اجازت میگیرد یک گروه از منافقین از کی؟ از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یقولون، میگویند که ان بیوتنا عورت، میگویند که یقینا خانه ما عورت است، به این معنا که بی حفاظت است، خانه های ما در حفاظت نیست. میشه که دزد بیاید و جنبالهای ما را دزدی کنند، یا دشمن بیاید چی میکنند؟ بالای خانم ها و بالای اولادهای ما چی کنند؟ اونها تجاوز کنند. به او خاطر خانه های ما عورت است، به این معنا که حفاظتش، امنیتش خوب نیست. خداوند جواب میگه که و ما هی خانهایشان اطور به امنیت و به حفاظت نیست. ای یوریدون، اینها اراده ندارن، اینها نمیخواهن، الا فرارن، اینها میخواهن که بگریزن، میخواهن که چی کنن؟ فرار کنن، میخواهن که جنگ فرار کنن. آیاتی که در پیشوی ما هست، ای آیت مفهومش ایست که اگر از بیرون مدینه منوره جماعت های کافر و غیر مسلمان بیاین و حمله کنن و بر از اینها بگوین که شما کافر شوید، شما مرتد شوید، این منافقین چی میشن؟ مرتد میشن، از دین خود تیر میشن. این مفهوم جهاد سید؟ ولو دخلت عليهم، اگر داخل کرده شود بالای این منافقین، من اقطارها، از اطراف مدینه منوره، از جوانب مدینه منوره، اگر جماعت ها و گروه ها بالای از اینها داخل شود، ثم سئلوا، باز بعد از او از اینها خواسته شود، الفتنه فتنه، به این معنی که شما از دینتان تیر شید، از اسلام بگذرید، لآتوها، باز اینمیده برشان میتن، از دین خود تیر میشن، مرتد میشن،
و اون نفاق را چی میکنن؟ انتخاب میکنن. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، اینها بدون تأخیر، بدون دیلی و بدون درنگ چی میشه؟ داخل میشن در ملت کفر. از اسلام چی میکنن؟ اینها خارج میشن، به خاطر که اینها بسیار مردمای فاسد هستن و بسیار به سرعت گپ مردم را قبول میکنن. اگر از خارج مدینه مردم بیاید و برشان بگوید که دین را اعلام کنه، اینها دین اعلام میکنن و خود تسلیم میکنن بسیار به سرعت و بدون درنگ. اینها از دین چه میشن؟ تیر میشن. این چی از صفات منافقین است که خداوند جل جلاله چه میکنن؟ این را بیان میکنن. دیگه آیت نمبر 15 هم یک صفت دیگه از این منافقین را بیان میکنن. علما میگن در جنگ بدر وقتی که منافقین نرفتن بودن، اما 313 نفر تمامش مسلمان های خالص بودن، مؤمنین خالص بودن که اما سختی را انتخاب کردن. در اونجا وقتی که در جنگ بدر مسلمان ها کامیاب شدن و غنیمت گرفتن، در اینجا منافقین در مدینه منوره پشیمان شدن، کاش که ما می بودیم که ما هم غنیمت می گرفتیم. و یک تعهد و یک پرامس کردن که در آینده اگر از ما خواسته شود که برای جنگ بریم، باز ما حتما به جنگ میریم. یک چی کردن؟ یک تعهد کردن، یک پرامس کردن که ما در آینده اگر از ما خدا و پیغمبرش بگوید که به جنگ برایم، ما میگوییم. این به ذهن شما باشه و این آیت را به این بسته کنیم که یا ارتباط بدیم. ولقد کانوا یقینا آنها بودن، منافقین بودن، عاهدوا، اینها تعهد و پرامس کرده بودن با کی؟ با الله جل جلاله من قبل و در سابق. چه قسم تعهد کرده بودن؟ که لا یولون، که اینها دور نمیتن الادبار پشت های خود نمیگریزن. وعده کرده بودن که ما چی میکنیم؟ نمیگریزن. و کان عهد الله، تعهد با الله، پرامس با الله چی است؟ مسئولا، پرسیده خواهد شد. هر کسی که در ظاهر و در باطن، گاهی وقت ما شما هم با خداوند یک تعهد میکنیم که یا الله اگر تو اینی مشکل من را رفع کردی، باز من دیگه همیشه در مسجد خواهم بود. بعضی وقت ما با خداوند چی میکنیم؟ ایوان تعهد میکنیم. وقتی که تعهد کردی، باز خداوند از این تعهد پرسان خواهد کرد. اگر دوباره تو گناه را تکرار میکنی، ایر خداوند از بهت پرسان خواهد کرد. و کان عهد الله، تعهد و پرامیس و الله جل جلاله مسئولا، پرسیده شدنی است. بازپرس یا پرسان خواهد شد، سوال خواهد شد. قل، تو بگو ای پیغمبر، لن ينفعكم الفراح، لن، هیچ وقت فایده نمی کنه بر شما الفرار و گریختن و فرار کردن از جنگ. ان فررتم من الموت او القتل، اگر شما فرار کردین و گریختین از مرگ و از کشتن، شما از جنگ کجا خواهد گریختید؟ از مرگ و از کشتن شما کجا فرار خواهد کردید؟ شما هیچ وقت این فرار رو شما فکر میکنید که از مرگ نجات خواهد یافتید؟ نه. و اذن، اگر شما، کلمه و اذن، اگر شما، این را در انگلیسی چی میگه؟ و اذن، THUS، اگر شما گریخت.
و اذن اگر شما گریختین یا فرار کردین لا تمکهون شما بر شما بهره و زندگی دادن نخواهد شد الا قلیلا مگر یک وقت کم. اگر شما از جنگ گریختین پس بر شما یک مدت کم از زندگی، از بهره زندگی، از فایده زندگی یک مدت کم بر شما داده خواهد شد. قلت بگو ای پیغمبر من دلذی یعصمکم من الله، تو بر از اینها بگو من دلذی کیست او کسی که یعصمکم شما را حفاظت کنه و نگاه کنه من الله از امر، از اراده و از فیصله الله جل جلاله. این اراده بکن سوءا، اگر الله جل جلاله خواست در مورد شما سوءا یک چیزی که او خوب نیست، که عبارت از هلاکت است، عبارت از بین رفتن است. اگر الله جل جلاله بر شما اراده کنه که شما را از بین میبریم، کی از اراده خدا شما را نگاه خواهد کرد؟ او اراده بکن رحمتا، یا ایسته که الله جل جلاله بر شما اراده رحمت کنه که عبارت از کامیابی و عبارت از نصرت و عبارت از موفقیت شماست. ولا یجدون لهم من دون الله، اینها پیدا نمی کنند برای خود غیر از الله جل جلاله ولیا، کسی که اینها را نجات بده، کسی که اینها را حفاظت کنه، ولا نصیرا و نه کدام کسی که امروز اینها کمک کنه و نصرت کنه. پس وقتی که انسان از اراده الله جل جلاله فرار کرده نمیتونه، راه حلش چی است؟ انسان باید تسلیم شود به خدا. تسلیم چی مانا؟ به این مانا که اطاعت خداوند شود. چیزی که تو را امر کرده او را ادا کن، و از چیزی که تو را نهی کرده و منع کرده از او خودت دور کن. اینمی راه نجات است، فرار کردن فایده نداره. تو باید تسلیم کنی و او پرامیس و تعهدی که با الله جل جلاله کردی تو باید به او چی کنی؟ با او باید وفا کنی. اگر زندگیت خوب بود، شب روزت خوب بود، تو بیادت باشه او پرامیس و او تعهد. یه طورنه که وقتی که زندگیت خوب بود و خوش و خوشحال بودی، باز بعد از پرامس خداوند بیادتو نباشه، اطور باید نباشه. و یک روزی که تو در مشکلات افتادی، باز بعد از تعهد پرامس بیادت بیاد، این کارا نکن. رای نجات اینمی است که اگر با خداوند تعهد کردی، او بیادت باید باشه. به خاطر که چی میشه؟ از او الله جل جلاله پرسان بگن. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يقينا الله جل جلاله ميدانت المعوقين كسايك مردم رمانا ميكنا. از چه مانا ميكنا؟ از جهاد کردن در راه خدا و جل. کسایی که در بین مسلمان ها شکست را مندازن، دل مسلمان ها را مشکنانن، مردم را از راه جهاد منع میکنن، خداوند اون مردم را بشناسه. المعوقین، کسی که مردم را منع میکنن. والقائلین، و او کسایی که میگوین لإخوانهم، بر برادرهایشان، بر برادرهایشان در کفر و نفاق. او منافقینی که بر برادرای منافق و کافرشان میگه
چی برشون میگه؟ هلم الینا، شما بیاین به طرف ما بیاین. پیغمبر و صحابه را شما بانید، شما چی کنید؟ بیاین امروی ما بانید، بیاین. بانگ پیغمبر با صحابه چی شود؟ کشته شود. شما چی کنید؟ به طرف ما بیاین. ولا یعتون البأس، اینها نمیان در میدان جنگ، حاضر نمیشن به میدان جنگ، الا قلیلا، مگر بسیار کم. مگر بسیار کم اینها چی میکنن به میدان جنگ؟ یک تعداد کمشان بر جنگ میاد، یک تعداد کمشان. یک جمله چیز است؟ از جمله صفات منافقین است که برای مدت کم شاید در جنگ حاضر شود، و او هم به خاطر که مردم نشان بتینه که ما هم مجاهد بودیم، ما هم در جنگ اشتراک کردیم، به ما هم باید غنیمت داده شود. این از این چیزهایی که از جنگ مردم استفاده می کنن. نمیشون غنیمت؟ بله، در اینجا دیگه به خاطر ریا، به خاطر که شو آف کنن، نشان بتن که ما در اینجا آمدیم اشتراک کردیم. این صفت های منافقین از شما ببینید که ولا یکون البأس، حاضر نمیشن در جنگ الا قلیلا، مگر بر یک مدت یا یک تعداد کمشان میاین، به خاطر ریا و شهرت اینا چی میکنن؟ جنگ میکنن. اشحتن علیکم، اینها اشحتن، اینها بخیل هستن. اینا چی هستن؟ بخیل هستن بالای شما، نمیخوان که بر شما خیر برسن. مردم های مصاد بخیر هستن. فا اذا جاء الخوف، وقتی که ترس بیاید، رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم، وقتی که ترس و خوف بیاید، تو میبینی این منافقین رو میبینی، ینظرون الیک به طرف تو سعی میکنن، تدور اعینهم، این چشمهایشان در داخل این حلقه یا در این دور خورده میرن. چون منافق است، در دل خود ایمان ندارد، وقتی که ترس بیاید، امی چشمش در داخل این منطقه همینطور دور خورده میرن. چه قسم دور میخورن؟ كالذي يغشى عليه من الموت، مثل کسی که بیهوش شده باشد در حالت سکرات مرگ. اگر شما دیده باشید یک نفری که مرده باشه یا در حالت مردن باشه، امی چشمش چی میکنه؟ بالا پایین میره و دور میخوره. این منافقین از شدت ترس و شدت خوف، چون مردم های جوان، بزدل و ترساندوک هستند، وقتی که سختی و مشکل و ترس بالاش میاد، امی حلقه چشمش دور خورده میره. فاذا ذهب الخوف، این مردم های ترسنده و مردم های جوان، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، وقتی که همون لحظه ترس رفت، سَلَقُوكُمْ، اینها شما را رنج میدن، بِأَلْسِنَةٍ، به زبانهای حداد تیز و تن و دراز. وقتی که جنگ تیر شد، بزنها ببینین که همونطور گپهای بسیار شدید و تیز تیز میزنن و باز بر شما رنج و تکلیف پیدا میکنه. در وقتی که در ترس باشن، حالتشان چه قسم میباشن و ترس تیر شد، باز اینها در کدام حالت میباشن؟ سلقوکم، شما را رد میتن، به السنتن، السنه جمع لسان و لسان زبان، میگن به زبان زشت و تند و دراز اینها شما را رنج میتن. السنتن حداد، حداد امو زبان تیز. اشحتن علی الخیل،
بازم خداوند دیره تکرار میکنه که اینها بخیل هستن علی الخیر در مورد خیر. در مورد مال و در مورد غنیمت اینها چی هستن؟ اینها بخیل هستن. باز هم ای مثال و ای اگزامپل ای تنها در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودن، این میشه که بار تکرار شد. همیشه یک تعداد مردم در ایمان قوی است و یک تعداد مردم در ایمان ضعیف است که از ایمان خود تیر میشه. خداوند ما شما را از جمله مردمای ایماندار قوی داشته باشه و با اقص ایمان الله جل جلاله زندگی ما را خاتمه بده. اشحتن علی الخیر، بخیل، بخیل های در خیر، بالای خیر نمیخوان که بر شما کدام خیر برسن. پس اینها چی است؟ وقتی که امنیت بود و آرامی بود، اینها مردم های بسیار دلیر و بسیار مردم های شجاع و بسیار زبان های دراز می داشته باشن. وقتی که حالات نرمال بود، خوشی و آرامی بود، اطور حالت می داشته باشن. اما وقتی که در اوج حالت سخت شد، ترس و خوف و شدت بود، باز اینها چی میشن؟ اینها بخیل می باشن در قسمت مردم های خیر و زبانشون چپ و خاموش می باشن. چشمایشون دور می خواهد وقتی که مرگ و این مسائل دمید. اولای که این مردم ها که اصلا لم یؤمنو، اینها ایمان حقیقی ناوردن، حقیقتا ایمان ناورده که ایمان در دلشان داخل شده باشه. اینها تنها چی میکنن؟ تنها به زبان ایمان داشتن، در دل اینها ایمان نداشتن. فأحبط الله اعمالهم، پس خداوند جل جلاله از بین برد اعمالشان. به خاطر چی از بین برد؟ به خاطری که در وجه ایمان نبود. هر وقتی که ایمان نباشه و یک آدم اعمال صالحه زیاد داشته باشه، او پیش خداوند هیچ وزن نداره. او در روز قیامت هیچ کدام وزن نداره. و کان ذلک علی الله یسیرا. و از ذلک اینمی از بین بردن اعمالشان، از بین بردن اعمالشان، علی الله نسبت به الله جل جلاله یسیرا، آسان، بسیار با آسانی میتونه که اعمال زیاده چی کن؟ از بین بردن. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، این منافقین به این گمان هستن که این احزاب و این پارتی ها لم یذهبوا، نرفتن. وقتی که خداوند این شمال تیز را، این باد تیز را روان کرد، منافقین گمان میکنن که نه اینا هستن، اینا تا اول نرفتن. و ایات الاحزاب، اگر این حزب ها و این گروه های مردم بیاین، دوباره بیاین، یک حمله کنن، یود دو، اینها دوست می داشته باشن، این منافقین دوست می داشته باشن. و چی میگن؟ لو انهم بادون فی الاعراب، کاش که اینها می بودن همراه مردمایی که در دشت، در بادیه، همراه از کوچی ها می بودن. در مدینه نمی بودن، امرای مسلمان ها نمی بودن، به خاطر که اینها در امان و در امنیت می بودن. اگر دوباره این مشرکین یا این احزاب عمله کنن، یا آرزو داشتن کاش که در خارج مدینه می بودن، در داخل خوب بسیار ترس بود. امرای کوچی ها و امرای کسایی که خارج از شهر بودن، امرای از او اعرابی ها می بودن. یسالون عن انبائکم، و بازباد پرسان میکردن از خبرهای شما.
این منافقین پرسوال میکردن که جنگ کی برد؟ جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم برد یا جنگ ابو سفیان برد؟ جنگ کی برد؟ در خارج پرسوال میکردن که جنگ را کی برد؟ کی کامیاب شد؟ آیا مسلمان ها از بین رفتن یا نرفتن؟ این خصوصیت های منافقین است. ولو كانوا فيكم اگر این منافقین در بین شما می بودند ما قاتلوا اینها جنگ نمی کردند الا قليلا مگر یک مدت کم یک مدت کم اینها با شاید جنگ می کردند به خاطر چی به خاطر که اینها ترسنده هستند جوان هستند و بزدل هستند به او خاطر و دنیا را دوست دارند اگر در بین شما می بودند اینها چی میکردن؟ اینها به یک مدت کم جنگ میکردن اما به شکل طولانی اینها چی میکردن؟ جنگ نمیکردن. قسمی که میبینید آیت های مدنی است که زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما بیان میکنن بسیار روزهای سخت حالات سخت بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بالای مسلمان ها آمد ولی از دین خود تیر نشدن قصه زیاد است که طولانی است که مسلمان ها در شکم های سنگ بسته کرد از جمله سختی هایی که در روز بود دو روز یک روز نماز عصر از پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفت نماز عصر وقتی که افتاب و غروب کرد تاریک شد در روز نماز عصر و یک روز وقتی که چقری را میکندن خندق را میکردن نماز ظهر عصر مغرب عشا این کل نماز ها از پیشنان قضا شد در اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که شغلنا المشرکون عن صلاة الوسطى مشرکین ما را از نماز عصر مصروف ساختن ملأ الله اجوافهم و قلوبهم نارا خداوند شکم های از اینها را و قلب های از اینها را از آتش پر کند و اینها را به آتش بسوزاند در دو روز نمازهای صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم در قضا کرده به خاطر چی که در اوجه دشمن روان بود این 12,000 نفر روان بود و در اینجا 3,000 مسلمان کوشش میکردن که 12,000 نفر نبین داخل مدینه نشان که زنها و اطفال و این مسلمان ها را و این حکومت اسلامی جدید را از بین نبرد بسیار به شدت و قوت و دوامدار در کندن خندق مصروف بودند اونها سختی ها را تیر کردن به خاطر که دین را قرآن را به ما برسانند و امروز دین و قرآن به دست ما و شما رسیده آل مسئولیت ما و شماست که چقدر وقت میتیم به قرآن چقدر وقت میتیم به دین آیا ما به خاطر دنیا زندگی میکنیم یا به خاطر آخرت زندگی میکنیم هر کس با خود حساب کنه با خود محاسبه کنه به خاطر که امروز عمل است و حساب نیست و روز قیامت حساب است و عمل نیست خداوند جل جلاله به ما شما توفیق بده که عمل صالح کنیم خدمت قرآن و سنت را کنیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.